فرزند با ایدران دارم به شما میران از ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز برنامه هدایت میکنه. برنامه از استودیو خانگی در دوره بحران کرونا اجرا میشه. در این چند روزه حوادث در کشور ما گذشته که یه همه رو مطمئن کرده، اون حوادثی که در تابستان پیشبینی میشد وقوعش، ظاهرا ایران و مملکت ما در آستانش ایستاده. یک، حضور نیروهای امنیتی، حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور، تظاهراتی در بهبهان برگزار شد و بعد زنجیره و سلسله حوادثی که در کشور ما گذشت که در برابر همه اونا یک علامت سوال بزرگی و بالاخره این آخری، یعنی انتشار اخباری در مورد زلزله و اخبار هول‌انگیز، یک اگر زلزله ای رخ بده که ما در آستانش ایستادیم، به تنهایی در تهران 5 میلیون نفر میمیرن. یا اعلام شد در همین روزنامه آرمان ملی، مشاهده میفرمایید که برای 250,000 نفر قبر رزرو شد. یعنی پیش از پیش خبرهای دهشتناک، شهردار تهران هم که اعلام کرد زلزله در صورتی به وقوع پیونده، میزان آمادگی ما برای برخورد با پیامدهاش فقط 18%. نمیدونم این خبرها چه معنایی داره، خبرهای هول‌انگیز، هیچ کدامش هم امیدوار کننده نیست. مثلا دولت بیاد اعلام بکنه که ما در تدارک تجهیزات و امکانات لازم هستیم برای کمک به هموطنان و یاری رسوندن به مثلا قربانیان زلزله. درست برعکس، یعنی خبرها همه خبرهایی است که دل مردم رو خالی بکنه. مضاف بر این که این کارزار اینترنتی ایرانی ها که ازش به عنوان بزرگترین تظاهرات در دنیای مجازی یاد شده، یک اتفاق نادر بود در تاریخ میهن ما و این شمار زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی که در این کارزار بزرگ هشتگ اعدام نکنید شرکت کرد، که خودش تاثیرات فوری در به نظرم سیاست‌گذاری‌های بسیاری از کشورها داشته. همین کافیست نگاه کنیم به عکس‌العمل‌ها و واکنش‌هایی که برخی رهبران دنیا به این کارزار اینترنتی نشان دادن، که خیلی خیلی باعث خوشحالی است. با چی هستیم؟ با یک کارشناس برجسته، آقای دکتر کاظم علمداری عزیز، استاد رشته جامعه شناسی، نویسنده بسیاری از آثاری که همه تمرکز دارن روی ایران، ایران امروز، ایران گذشته و و. آقای دکتر علمداری، درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی و سلام میکنم خدمت بینندگان تلویزیون. آقای دکتر علمداری، قبل از هر چیز بریم به سراغ این خبرهای مربوط به زلزله، این خبرها از جنس هشداره؟ یعنی توش حسن نیته؟ یعنی که فکر میکنید خبرهای مایه های امنیتی داره و به شکلی هدفش خالی کردن دل مردمه؟ کدام دید؟ خب بخش زیادی که واقعیتی هست اینکه تهران در منطقه زلزله خیز هست، در دامنه البرز، و البرز هم در گذشته سابقه فوران داشته، یک واقعیت هست. واقعیت دیگر این است که شهر تهران برای زندگی 12-13 میلیون جمعیت ساخته نشده، به خصوص در دهه های گذشته هیچ گونه استانداردی رو، معیاری رو به کار نبردن که بتونن از نظر ایمنی برای مردم امکانی به وجود بیارن که اگر اتفاق حادثه طبیعی مانند زلزله اتفاق افتاد، پناهگاهی داشته باشن، بتونن زندگیشون و جانشون رو نجات بدن. این یک واقعیت هست. اما در کنار این واقعیت تلخ که در حال فکر میکنم بخشش هم مسئولین سیاسی هستن که بیشتر به فکر درآمدهای مالی بودن در ساخت و سازهایی که در ایران انجام شده تا اینکه یک
معماری علمی شهری امروزی بر اساس استانداردهای جهانی و رعایت موازینی که باید برای مکانهایی که زلزله‌خیز هست رعایت بکنند، باید در این حال هم این نکات رو نادیده نگرفت که به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در ایران هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه که افکار و اذهان مردم رو متوجه نگرانی های دیگری بکنه که در حال مردمون رو حس میکنن و میدونن که واقعیت داره، و دامن زدن به این مسائل یه بخشش سیاسی هست، یه بخشش در واقع همطور که اشاره کردم متوجه کردن ذهن مردم به مسائل دیگر گذشته از آن چیزی که برایشون نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داری میگذره. همه اینها فکر میکنم دخیل هست. بنابراین نباید از نظر دور داشت که جمهوری اسلامی نیت پاک و خاصی برای اینکه به مردم هشداری بده، هشیاری بده که مراقب این خطرها باشن، چون در هر حال اگر زلزله‌ای در ایران اتفاق بیفته، هم در روزهایی که شما اشارهش کردید، اخطارهایی بر مبنی بر این گسل موشا که در منطقه شمال در شهر دماوند هست وجود داره و این گسل فعال هست و میتونه هر زمانی اتفاق بیفته. بنابراین هم مسئله سیاسی هست، هم مسئله واقعیت‌های ایمنی هست که برای شهر بزرگی مانند تهران وجود نداره. دوشن امدقی عزیز، واقعا در آستانه یک گرگونی بزرگ قرار گرفتی. من در ایران چون اغلب کارشناسا هشدار میدادن، خود مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه با بودجه که میگفتن که تابستان پر حادثه‌ای در راه. فکر میکنید که داریم به اون نقطه میرسیم، نقطه جوش؟ بر من فکر میکنم وزیر بهداشت هم نگرانی رو به سر گسترش داد که منتظر طغیان مردم باشین، برای اینکه واقعیت این از زندگی مردم رو فلج کردند. بخش بزرگی از جامعه، شاید بیش از 50% جامعه، برای زندگیشون امنیت ندارن، امنیت مالی ندارن، بخش بزرگی امنیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ندارن، فرداشون مشخص نیست که مثل امروزش باشه، مثل دیروزشون باشه. بنابراین این نگرانی رو که مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای سعید نمکی وزیر بهداشت و نوبخت بازتاب دیدن، واقعیت هست. واقعیت هست که به یک نوعی اونها دارن هشدار و آماده باش میدن به نیروهای امنیتی که مراقب باشن، مراقب این طغیانی که در راه هست باشن، چرا که عوامل و شرایطی که میتونه جامعه به طغیان کشته بشه وجود داره. واقعیت این است که وجود داره، و به خصوص این که در یک ماه دو ماه گذشته همراه با مشکلاتی که از کرونا به مردم تحمیل داره میشه، گرانی تورم با سرعت زیادی داره بالا میره، و همزمان مردم کار دائم ندارن. واقعیت این است که اگر مردم احساس میکردن که درآمد با تورم خانایی داره، شاید اینقدر نگران نمیشدند. ولی میدونن که امروز اگر کالایی رو بهش احتیاج دارن نخرن، فردا باید گرونتر بخرن، در حالی که درآمدشون امروز فردای این ماه به ماه بعد زیاد فرق میکنه. من بارها گفتم، باز هم رو تکرار میکنم، که جمهوری اسلامی دو راه داشت، یا هر نظام دیگری دو راه براش وجود داره که بتونه حکومت بکنه. نخست این که رضایت مردم رو فراهم بکنه، نیازمندی های جامعه رو فراهم بکنه. دوم که اگر نتونه این کار بکنه، به زور متوسل بشه. جمهوری اسلامی علارغم ثروت بسیار بزرگی که از نظر طبیعی ایران ازش برخوردار هست، و نیروی فکری و نیروی انسانی، نیروی کار جوان، به رغم همه این امکانات که وجود داره قادر نبوده از این امکانات به نفع مردم استفاده بکنه. برعکس، همطور که میدونیم خلافکاری ها و فساد و زد و بند ها و رشوه گیری ها انقدر زیاد و گسترده بوده که
خود سیستم هم پلت شده و رئیس قوه قضایی اعلام کرده که تا به حال 1000 مورد از فساد مالی در دادگاه ها عواملش محاکمه شدن. این فساد مالی بخش بزرگش به خود وابستگان به جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی برمیگرده. بنابراین من فکر میکنم که شیوه دومی که میتونن دولت ها اتخاذ بکنن که به حکومت خودشون دوام ببخشن، زورگویی، امنیتی گردن هر فعالیت اجتماعی، هر رفتار انسان. شما میدونید که هر روز داستانی درست میکنن برای مردمی که فعالیت های یومیهشون، روزانهشون دارن ادامه میدن، به اونها رو سیاسی میکنن. کسی که مثلا یک گروهی درست میکنه برای مطالعه، برای احتمالاً در کردستان این مثال رو بزنیم که یه گروهی برای حفظ زبان و فرهنگ کردی با همدیگه جمع میشن و تلاش میکنن که این نیازمندی ها رو، این وابستگی های فکری رو، این میراث اجتماعی رو، میراث فرهنگی رو حفظ کنن. فرداش میرن اونها رو دستگیر میکنن و مارک امنیتی به اونها میزنن. دلیلش هم این است که از هر تجمعی، از هر ارتباطی، از هر همبستگی از در میان مردم اینا وحشت دارن. من فکر میکنم زیاد بتون دوام پیدا بکنه. آیه دکتر علمداری، ما شاهد چند ریزش بودیم، اتفاقاتی که از خیلی حائز اهمیت. یک، ریزش دیوار امنیتی در تاسیسات موشکی ایران. دو، ریزش دیوارهای فولادی امنیتی در تاسیسات اتمی ایران با یک انفجار بزرگ در تاسیسات نطنز. و این آخری، به صدا در آمدن آژیر خطر در اینترنت ایران با این شرکت گسترده نسل جوان در این کارزار اینترنتی. اینا به شما چی میگه این شاخصه ها؟ بله، هر سه مورد واقعیت های امروز جامعه ایران هست که جمهوری اسلامی هم تکه اشاره هم کرده، هم به جای فراهم کردن امکانات کار و تولید و زندگی و رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی برای مردم، در صدد این بوده که خودش رو از نظر نظامی تقویت بکنه، هم از نظر موشکی که همواره در تصور این است که دیگران میخوان به ایران حمله بکنن، خودش رو مجهز به موشک‌های دوربود و نزدیک‌بود و ورد کرده و انبارهای رو انباشته. خب بخشی از اینها در اطلاعاتش در اختیار مخالفین جمهوری اسلامی هم در خارج از مرزها قرار گرفته. و همینطور مسئله اتمی، یعنی انرژی اتمی، به زیر عنوان انرژی اتمی تلاش کردن که دسترسی به امکانات سلاح هسته‌ای پیدا کنند. و این باز امر پنهانی نبوده، چون نگرانی فقط نگرانی مردم ایران نیست، نگرانی همسایگاست، نگرانی جهان هست. ما در ارتباط با همین مسئله تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای میدونیم که متحدین استراتژیک و سیاسی جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم همپای غرب در 11 مورد قطعنامه رأی مثبت دادند. 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 5 قطعنامه حکام آژانس بین‌المللی اتمی برای ممانعت از پیشرفت تلاش‌های جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای متحد شدند و هنوزم متحد هستند. من فکر می‌کنم که حتی این قرارداد 25 ساله‌ای که صحبت‌هاش این روزا هست پیش بره، نگرانی چین و روسیه نسبت به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی کاهش پیدا بکنه. بنابراین این همچنان باقی است و همینطور که ما همین روزها شاهد هستیم، چین با توجه به اینکه شدیداً نیاز به خرید نفت و گاز ایران داره، پول اونا رو پرداخت نمی‌کنه. کره جنوبی هم این کار رو می‌کنه. بنابراین روشن است که در آینده هم هر زمان که فرصت پیدا کنن میتونن زیر همین پوشش و تلاشی که جمهوری اسلامی می‌کنه این امکانات رو خونسا بکنن. در زمینه اینترنت هم اشاره کوچکی بکنم، همینطور اینترنت در واقع بخشی از زندگی مردم هست، بخشی از زندگی دولت ها هم هست. یعنی تلاشی که
رقابتی که بین مرد جامعه وجود داره برای اینکه بتونن از امکانات تکنولوژیک و اطلاعاتی روز استفاده بکنن برای زندگی خودشون. امروز اصلا امکان پذیر نیست یک شهروند متوسط در کشوری در سطح ایران بدون اینترنت، بدون کامپیوتر، بدون تلفن دستی زندگی بکنه. این امکانات هم اقتصادی، هم سیاسی و فرهنگی و نیازمندی‌های فکری او رو فراهم میکنه. جمهوری اسلامی در تلاش است که این امکانات رو به یک نوعی خنثا بکنه یا کنترل بکنه یا از همین امکاناتی که در اختیار مردم هست سوء استفاده بکنه، اونها رو متصل بکنه که به مراکز امنیتی و براشون پرونده سازی بکنه. بنابراین در هر سه مورد من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت ممکن است این امکانات رو برای ترساندن غربی‌ها، همسایه‌ها و همینطور مردم ایران به کار ببره، در دراز مدت این امکان پذیر نیست. آقای دوستانم دارید، این اتفاقاتی که افتاده که بهش اشاره شد، مثلا در تأسیسات هسته‌ای ایران و تأسیسات موشکی کشور ما و بعد هم این ریزش امنیتی در اینترنت، اینا محصول به نظر شما همکاری پایده از عناصری است که در درون حکومت هستن، یعنی در دجه حکومت اما با دنیای بیرون ارتباط دارن؟ فروش این اطلاعات یا فروش اطلاعات مخفیانه و فوق سری رواج پیدا کرده شد در ایران، واقعا همه چیز قابل عرضه و قابل فروشه، یا ضعف و ناتوانی و فتور دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران، کدام یک به نظر شما؟ ببینید، چند عامل در این رابطه دخیل هستند. نخست اینکه از درون بلنگ جمهوری اسلامی رژیم بسیار فاسدی هست و کسانی که در قدرت هستند یا خودشون یا آقازاده هاشون دنبال این هستن که بتونه از همین ارتباطات درون حکومتی و اطلاعات درون حکومتی استفاده بکنن برای منافع شخصی و اقتصادی خودشون. شک نیست که در موارد این اطلاعات رو میفروشن به کشورهای دیگر. دوم که جمهوری اسلامی درست است که تلاش میکنه که دسترسی داشته باشه به آخرین دستاوردهای تکنولوژی دیجیتالی، ولی به این معنا نیست که دنیای خارج از ایران، جهان و خصوص کشورهایی که با جمهوری اسلامی مسئله دارند، از اسرائیل گرفته تا آمریکا، بخش بزرگی از اروپا و همینطور عربستان سعودی و امارات، اینها هم ساکت نیستن. اینها تلاش میکنن که بتونن از امکانات تکنولوژی امروز استفاده بکنن و کنترل بکنن. همینطور که شاهد بودیم در دو هفته گذشته، چند مرکز حساس موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد اصابت قرار گرفت. حالا یا میتونه این اصابت از طریق سیبرنتیک باشه، تکنولوژی اطلاعاتی باشه که نفوذ پیدا کرده در دستگاه‌های موشک سازی و موشکی و مراکز حفظ این تکنولوژی اتمی، یا اینکه از طریق خارج، از طریق پمپات این اتفاق افتاده. هر دو موردش نشون میده که کشورهای دیگر هم مراقب این تلاش های جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی بی مورد به نظر من و بدون توجه به اینکه زیر ذره‌بین کشورهای مختلف هست، به دلیل رفتار مشکوکش، به دلیل تروریسم گستردش در منطقه و در جهان، به دلیل ناسالم بودن حکومتش، به دلیل همکاری با گروه های تروریستی، زیر ذره‌بین هست و میتونن در مواقعی که لازم باشه بهش ضربه بزنن. و البته من فکر میکنم که این ضرباتی که به حداقل در سه مورد شاهدش بودیم در دو هفته گذشته علنی نشد. نه جمهوری اسلامی خودش این رو علنی کرد، به خاطر اینکه نشون میداد که در موقعیت اینکه تصور میکنه نیست، یا اینطور که برای جامعه تبلیغ میکنه نیست، و کشورهای دیگر این رو زیر کنترل دارن و میتونن هر زمان بهش ضربه وارد بکنن، یا اینکه واقعا نمیدونست این اتفاقات داره میاد و اتفاقات افتاده. هر دو موردش باید اخطاری باشه به مردم ایران و البته جمهوری اسلامی هم باید این اخطار رو ببینه که اگر لازم باشه برای کنترل جمهوری اسلامی، امکانات تکنولوژی که در اختیار جمهوری اسلامی هست بهتر و پیشرفته ترش در اختیار کشورهای دیگری است که با جمهوری اسلامی در تقابل و تضاد هستند. آقای
آجه شلم داری برگردی به این حضور میلیونی نسل جوان ایران، دختر و پسر گزارش اشکوگل داده بود مثلا تاکید کرده بود زن و مرد و در همین کارزار اینترنتی، این چه پیامی به شما میده به عنوان یک جامعه شناس؟ بالاخره برای اولین بار ایرانی ها راه روش رو تست کردن، نتیجه داد، اثرات فوری داشت، بسیاری از شخصیت ها در سطح جهان واکنششون دادن، عکس‌العمل نشون دادن، حتی کارمندان سازمان ملل، کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه سوئد، بلژیک، خیلی دانمارک، خیلی کشورهای دیگه و ازش هم به عنوان مهمترین ترند جهانی در قلم در کارزارهای اینترنتی یاد شده. بفرمایید. هشتگ اعدام نکنید. نخواست که بگم اینکه پرونده سازی علیه این سه جوان بی پایه و اساسی و امنیتی قلابی است، مثل بسیاری از موارد دیگر آنها را زیر شکنجه وادار به اعترافاتی کردند که مرتکب نشدند، از جمله مثلا آتش زدن بانک که مشخص هیچ وقت مشخص نبوده که اینها رو مردم این کار رو کردند یا نیروهای خود امنیتی آتش زدن که به نام مردم تموم بکنن برای پیدا کردن بهانه‌هایی برای سرکوب مردم. بنابراین در وهله نخست این سه نفر بیگناه هستند، وکیلشون دسترسی به پرونده اینها نداشته. مسخره تر از همه چی این که این فرایند محاکمه اینها و محکومیت اینها به طور پنهانی داره انجام میگیره، مثل خیلی از موارد دیگر، و دادگاه ها قضاتی هستند که زیر کنترل دستگاه امنیتی دارن کار میکنن، احکامشون رو از اونها میگیرن و تنها کاری که اینا میکنن این است که ببینن مواردی رو پیدا بکنن، اصول قوانین رو پیدا بکنن که بتونن که حد اکثر مجازات رو برای این بسیار نمونه ها و موارد امنیتی فراهم بکنن. بنابراین پایه اساس از اساس غلط و نادرست و غیر منصفانه و غیر عادلانه است، مانند بسیار از موارد دیگر. اما از سوی دیگر هوشیاری مردم در این مورد به خصوص نشون داد که اگر زمانی لازم باشه این همبستگی مردم با حداقل امکانات میتونه تبدیل به قدرت و صدای بسیار بزرگی بشه که در جهان بازتاب پیدا بکنه، کما که این مورد حتی کسانی از درون خانهشون احتیاج به این که توی خیابان برن درگیر با پلیس امنیتی جمهوری اسلامی بشن نبود، از هر جای هر نقطه جهان میتونستن و تونستند از امکانات تکنولوژی استفاده بکنن و نشون بدن که این مورد و موارد شبیه این رو رسوا میکنن، میدادن و میشناسن که قلابیست و امنیتیست و با همدیگه بدون این که همدیگر رو بشناسند همبستگی نشون دادن با یک کار بسیار ساده، و این میتونه تکرار بشه و این مردم میتونن یاد بگیرن که اولا امروز نمیتونن بدون دسترسی به امکانات تکنولوژیک به طور همه جانبه با جمهوری اسلامی، با سیاست های جمهوری اسلامی، با سرکوب های جمهوری اسلامی و بی‌عدالتی های جمهوری اسلامی مقابله بکنن. این آموزش بسیار مهم است. دوم این که مردم یاد گرفتن در همین مورد که میتونن با همدیگه همبستگی داشته باشن روی موارد بسیار مشخصی، مثل همین که محاکمه قلابی و محکوم کردن سه جوان به اعدام و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنن، و در این مورد صدای بلندی که از مردم ایران و همینطور غیر ایرانی و مقاماتی از اروپا و آمریکا و سازمان ملل به گوش جمهوری اسلامی رسید، اونها رو وادار به عقب نشینی کرد، و بعد از این کمپین کارزار بسیار گسترده بود که جمهوری اسلامی دادگاهاش پرونده این سه نفر رو برای اولین بار تحویل وکلای اینها کردن. وقتی این فکر میکنم که اولین گامی است که مردم در همین تلاششون موفقیت به دست آوردن و باید این رو هم در این مورد ادامه بدن، ساکت نشینن، دنبال بکنن، هم در موارد شبیه این. تشکر میکنم آقای علمداری، مثل همیشه بسیار آموزنده، سپاسگزار از حضور شما. گفتگو با آقای دکتر علمداری رو پی میگیریم. خواهش میکنم. دوستم بخیر.
Thank you.